اصلی که بحثش بود که ما جریان این ماشین الکتریکی چی است و چقدر مثلا آلودگی، شما مثلا میگفتید خب زیاد تفاوتی نداره، این رو میخوایم اثبات کنید از طریق علمی، بفرمایید. خب ما باید یه پیش زمینه ای داشته باشیم. چرا؟ چون ما اینا میان سفسطه میکنن، میان میگن خب مگه شما قبول ندارین گلوبال وارمینگ رو؟ بعد شما باید توضیح بدی با گلوبال وارمینگ یه چیزی هست، اما برنامه شما برای این که بخواین اینو تو گلوبال وارمینگ رو بهبود ببخشیم یه چیز دیگه است، بر اساس سیاست، بر اساس علم نیست. یه چیز علمی رو شما میان پشتش با سیاست میخوان یه به نتیجه خودتون برسید. الان شما نگاه کن، تولید الکتریسیته در آمریکا 2017 نسبت مقایسش با جهان، خب الان شما نگاه کنی حدود 20 درصدش انرژی هسته‌ای هست، 32 درصد گازه، 31 درصد زغال سنگ، 17 درصدش هم نوشته others که مثلا برقابی هست، خورشید هست، باد هست، این چیز هست انرژی های حالا میگم ما فرض میکنیم اینا آلودگی این ندارن، سبز رنگه چیه محسن جان؟ این زغال سنگی هست. آها. الان تو دنیا 41 درصد زغال سنگه، 22 درصد گز نوشته، منظورش حالا نفت و گاز و همه چی با هم، 11 درصد هسته ای، 26 درصد آدرس که مثلا حالا برقابی هست، چیز دیگه از خود همون صدها خودشون خیلی به محیط زیست آسیب میزنه، نمیدونم یه جاهایی باعث خشکسالی میشه، باعث فلان میشه. ما فرض میکنیم که به حالت خوشبینانه ما فرض میکنیم که اصلا 26 درصد تولید انرژی کاملا سبز باشه، یعنی هیچ تاثیر بد محیط زیستی نداشته باشه. چقدرش میمونه؟ حدود 74-5 درصدش میمونه بر اساس انرژی های که آلودگی ایجاد میکنه، درسته؟ خب الان اگه ما شما برید نگاه کنیم یک نیروگاه سیکل ترکیبی که بیشترین بازدهی رو داره، حالا زغال سنگ و اینا رو حدود 50 الی 60 درصد بازدهی داره، یعنی بازدهیش 50 الی 60 درصد، و بعد این الکتریسیتی که تولید میشه توی این شبکه برق باید منتقل بشه، خود به خود یه هدر رفت انرژی ما داریم تا برسه به مقصد و بعد اونجا توسط ماشین شارژ بشه و بعد حالا استفاده بشه. پس در نتیجه ما حساب میکنیم که 75 درصد انرژیمون به صورت میانگین داره از سوختهایی میاد که خودشون سوخت فسیلی هستن، سوخت آلوده کننده هستن. خب اونا میان، ما 50 درصد انرژیش هم از بین میبریم، اتلاف انرژی های دیگه هم داریم و بعد میرسیم به اینجایی که چیزه، میرسیم به اینجایی که مثلا باید شارژ بشه ماشین و ماشین حرکت کنه. شما ضرب تقسیم ساده بکنین، یعنی تناسب بدین، متوجه میشین که خودروی برقی آلودگیش بیشتر میشه با این تناسب. خب و اسلاید بعدی من یه چیزی گذاشتم به اسم خودروهای هیبریدی. جواب حل مسئله وقتی یه مشکلی هست، جوابش علمیه، جوابی سیاسی نیست. جوابش در حال حاضر خودروهای هیبریدیه، یعنی ما این بنزینی که به ماشین میزنیم، ماشین که داره حرکت میکنه، اون از حرکت ماشین باتری رو شارژ کنیم که بعد باز اون با... که از اونم استفاده کنیم. این میشه تا حدود خیلی زیادی منطقیه، چون ما داریم از حرکت خود ماشین باتری رو شارژ میکنیم و این خیلی خوبه، منم خیلی استقبال میکنم، به نظرم چیز منطقی هست. اما این که مثلا بیایم بگیم آمریکا از نمیدونم توافق پاریس اومد بیرون و فردا فاجعه میشه و پس فردا فلان میشه، دولت ترامپ من ترجیح میدم که این سالی 100 میلیارد دلار رو هزینه تحقیقات علمی بکنم، هزینه توسعه تکنولوژی بکنم و اون تکنولوژی فردا پس فردا به دست تمام مردم دنیا هم خواهد رسید. مگه اینترنت نرسید دست مردم دنیا یا چیز دیگه نرسید؟ اینم میرسه دست مردم دنیا،
تاثیرگذار هم خواهد بود و تاثیر هم میذاره رو کاهش آلودگی. این راه یکی راه ملی گرایانه ایه، راه یکی میگه خب من منافع خودم رو دارم، من از اون طرف وقتی که منافع خودم تامین بشه و و هدفم هم درست باشه، منافع دنیا تامین بشه. دقیقاً محسن جان، یه پرسش اینجا مطرحه چون تو بحث ماشین ها هستیم. اگر که اینجا یه جدولی به ما نشون دادی که میزان تأمین هست، من خیلی ساده بیام صحبت ها رو یه جمع‌بندی کنم اینجا، بعد جمع‌بندی آخر رو خودت انجام بده. بر اساس گفته خودت، چون که بیشتر منابعی که برای تولید سوخت مثلا در آمریکا مصرف میشه زغال سنگ هست و گاز هست و فقط یه قسمت محدود هست مربوط به انرژی های حالا پاک که اونم به قول خودت یه توش سوال هست، این انرژی برقی که تولید میشه و بخواد به اون ماشین وصل بشه، باز هم به قولی مجبور به سوزوندن این انرژی هاست، مثل گاز، مثل زغال سنگ و انرژی هسته‌ای. خب حالا یک سوال اینجا مطرح هست، اگر که ما مثلا یک نیروگاهی داشته باشیم مثل همین نیروگاهی که تو ابوظبی ساخته شد و این نیروگاه برق رو تولید کنه و به اون ماشین بده، آیا این مسئله حل میشه یا نه؟ یعنی مسئله ای که این ماشین کاملا ماشین پاکی هست که 100% از برق مصرف میکنه و مشکلی نیست. اگر بحث نکن، اینا سرمایه‌گذاری اولیه‌شون خیلی بالاست. این نیروگاه خورشیدی که شما میبینید سرمایه گذاریشون بالاست، اما ظاهراً این نیروگاه دبی کیس خیلی موفقی بوده، اینجوری که شما تو برنامه گذاشتین اصلا نسبت به نیروگاه حتی سوخت فسیلی هم حتی ارزون‌تر هم بوده. با این اگر این چیزی که من دارم میبینم، آره خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی پیشرفته خوبی هستش. یعنی به نظر من باید این راه رفته بشه، این راهی که البته اون چیزی که شما می‌بینید فقط باتری خورشیدی نیست، اینا آینه‌های خورشیدی هستند. اگه دقت هم کرده باشید یه حالت دایره‌ای داشت و یه برج مرکزی داشت که اینا نور خورشید رو متمرکز می‌کردن به سمت برج. توی اون برج یک ماده اینا کشف کردن، یا یک اینو نمک، یک نمک مخصوصی هستش که اون نمک مخصوص ذوب میشه بر اثر گرما و وقتی ذوب میشه گرما رو تو خودش حفظ میکنه و بعد با کمک اون گرما میتونن توربین آب رو تبخیر کنن، توربین رو به حرکت در بیارن و کار میکنن. به نظر من آره میشه، همچین چیزی شدنی هست، به خصوص برای کشوری مثل ایران. یکی از دوستان محسن جان مرمر پرسیدن که محسن عزیز سوخت گاز برای خودروها چی؟ اگه مثلا CNN، CNG یا LPG باشه، CNG با LPG، میگه اون چه نقشی داره؟ خیلی فرقی با بنزین و نفت و اینا نداره به نظر من خیلی فرقی نداره. الان تو ایران استفاده میشه فقط خاطر اینکه ارزون تره، نه به خاطر اینکه آلودگیش کمتره.